زمانی یه دونه خودروسازی بود که با نام MG یه سری ماشینا رو می آورد که زمان خودش خیلی چالش برانگیز بود. یه عکس شوالیه انداخته بودن و یه سری ماشینا می آوردن که توربوشارژ بودن تو اون زمان توی بازار و در نهایت با نمونه MG GS به کار خودش پایان داد. اما MG GS با تمام اون چیزایی که قبلا توی بازار اومده بود یه فرق اساسی داشت: تزریق مستقیم سوخت، شتاب مناسب، گیربکس دوال کلاچ، پلتفرم کراس اوور و خدمتتون بگم که شتاب فوق‌العاده. میخوایم امروز بررسی MG GS رو داشته باشیم، ماشینی که اول در بد و ورود تو بازار خیلی جنجال به پا کرد و بعد از اینکه یه مقدار کار کرده شد بازم جنجال به وجود آورد. ماشینی که خریداراش اولش خوشحال بودن و وقتی میفروشنش خوشحال‌تر. MG GS بعد به ورود به بازارش با الفاظی مثل پرشتاب بودن، هندلینگ بالا، موتور 2 لیتر توربو شارژ اومد وارد شد، چیزایی که واقعا برای اون زمان جذاب بودن و برای حال حاضری که داریم در موردش صحبت میکنیم هم بسیار جذابه. موتوری که تزریق مستقیم سوخت داشته، توربو شارژ بوده و با گیربکس دوال کلاچی همراه شده که متاسفانه توی ترافیک ما رو ناامید میکن. اول از همه میخواییم بحث فنیشو بگیم. همونجور که در مورد ظاهرش صحبت کردیم میخواییم بگیم فنی این ماشین به چه شکله. اول از همه گیربکس دوال کلاچی که روش هست مثل تمام دوال کلاچ هایی که میشناسیم، ولی نه دوال کلاچ های بنز و BMW، یه مقداری گاز هرز داره. این گیربکس ها در نمونه سالمش گیربکس های بدی نیستن در عمل و کار تعویض دنده رو به خوبی انجام میدن. دنده های زوج یک سمت، دنده های فرد یک سمت و خدمتتون بگم که هر دو در حال چرخش هستن و این معکوس دادن یا رفتن به دنده های بعدی یا قبلی خیلی سریع انجام میشه چون هر دو تا شفت همزمان فعالن. اما نکته اینجاست که توی ترافیک ها همیشه گاز هرز میخوره، یعنی از دست انداز که میای پایین یه گاز هرزی میخوره بعد شروع به حرکت میکنه. یا اینجا مثلا ما میخوایم از صفر شروع به حرکت بکنیم، حتی در این نمونه که نمونه خیلی سالمی هم هست یه گاز هرزی میخوره بعد شروع به حرکت میکنه، که این گاز هرز در حالت اکو خیلی بیشتره و کسایی که عادت به دوال کلاچ ندارن این خیلی اذیت کننده است. اما همه چی چه زمانی تغییر میکنه؟ زمانی که ما AC رو آف کنیم و خدمت عزیزان بگیم که همه اینا زمانی تغییر میکنه که حالت رو از حالت اکو به حالت اسپورت تغییر بدیم. حالت اسپورت با رفتن دنده به سمت مانوئل تغییر میکنه، یعنی به محض اینکه میادیم و پشت آمپرم تغییر میکنه. AC رو آف کردیم، فقط میخوایم شتاب گیری لحظه‌ای انجام بدیم تا یه شتاب 0 تا 100 داشته باشیم ازش. من در مورد توانایی فنی این ماشین میخوام بیشتر توضیح بدم، چون در نهایت به یه جمع‌بندی میرسم که برای دوستان جذاب، دوستانی که اهل شتاب هستن و دنبال ماشین زیر 1 تومن هستن در نهایت این جمع‌بندی ما به دردشیم. همینجوری که می‌بینی ماشین به محض اینکه حرکت می‌کنه شتاب فوق‌العاده‌ای داره، یعنی اصلا شتابش واقعا شتاب خیلی خوبیه. بعد ماشین با اینکه کراس اووره هندلینگ خیلی خوبی داره، ماشین هندلینگ خیلی خوبی داره و خدمت عزیزان بگیم که این هندلینگ خیلی خوبش واقعا بهتون کمک میکنه، یعنی با ضربات خشکه، یعنی تمام ضربات رو به داخل انتقال میده. اما به محض اینکه زیر بوست توربو میره خیلی سریع سرعت جابجا میشه که این میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه. اما کجا کار بد میشه؟ زمانی که ما داریم حرکت میکنیم، حالا مثلا ترافیکه، یه گاز هرز میخوره، دوباره یه گاز هرز میخوره و این گاز هرز خوردن ها خیلی اذیت کننده است. علاوه بر این گاز هرز که توی نمونه های صفرش هم پیدا میشه به خاطر گیربکس دوال کلاچش هست، یه مشکل خیلی بزرگتر داره این ماشین، مشکلی که از بدو ورودش به بازار باعث شد این ماشین اونقدری مقبول نشه تو بازار. علاوه بر تمام چیزهایی که داره، حتی دوتا مشکل که توأم با هم هستن، اولین و بزرگترین مشکل این ماشین عدم سازگاری کامل با سوخت داخل کشوره. اینها در نمونه هایی که زمان خودش وارد شده بود حتی با بنزین سوپر هم ناک داشتن. در مورد ناک قبلا صحبت کردیم که چیه و
چرا انقدر میتونه مخرب باشه. و خدمت عزیزان بگم که اینها اصلا با بنزین اون زمان سازگار نبودن، با بنزین این زمان هم سازگار نیستن و متاسفانه این قضیه بنزین توی اینا یه مقدار بغرنج. قضیه بنزین تا جایی جلو میره چون اینا تزریق مستقیم هستن، درست سیستم پاشش مستقیم سوخت برای این درست شده که ناک رو کمتر کنه، بهره‌وری از موتور رو بیشتر کنه، اما با این بنزین داخل کشور فقط و فقط باعث میشه که پیستون رو به ذوب شدن بره، ماشین ناک بزنه. موتورها اینا موتورهای با دوامی هستن که تا الان هم دوام آوردن، اما موتور بعد از یه کار کردی با ناک بخواد حرکت کنه دیگه موتور شروع به خسته شدن میکنه، یعنی موتور دیگه خودشو ول میکنه در اصطلاح. یعنی نمونای کار کرده این ماشین رو میبینید، علاوه بر گیرباکس دوال کلاچش که به دلیل عدم رسیدگی مناسب یا خدمتتون بگم که از بین رفتن کلاچ پک هاش از بین رفته، موتور ماشین رو میبینیم که دیگه خسته شده، یعنی اون توان کافی رو نداره. در مورد دوم که خدمتون عرض کردم، مورد دوم نبود قطعات و نبود خدماته. نبود قطعات اینه که از کجا بگردیم قطعات ام جی پیدا کنیم؟ به راحتی البته عرض میکنم، البته که همه چی گیر می تو بازار تهران. البته دو اینکه خدمات ام جی کار کجا داریم؟ اصلا یه توربو کار ساده الان یه اف 7 توربو شارژ راحت باز نمیکنن، چه برسه بخوایم که یه همچین چیزی رو داشته باشیم. پس این قضیه مقدار اذیت کننده است. در مورد چیزهای دیگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، واردات محدودشه، همین باعث شده که این دوتا عامل هم روش تاثیر بذاره. خب برگردیم سر ماشین. اول از همه میبینیم که فضای پای کافی رو ما داریم، یعنی اینجا میبینیم که راحت قرار میگیری به جاده مسلطی، دست دنده، فرمون، شیفترهای پشت دنده و نوع قرارگیری کیلومتر و دور موتور خیلی راحت تو چشم و همه چی هم جلو دست. طراحی این مثلا پرتابه های ایرکاندیشن، جای خروجی های هواش، طرح خود ام جی هست، یعنی شکل همون هست. سایک موتور خدمت عزیزان بگم که صندلی در یک حالت برقی هست و جلو عقب میشه همونجوری که میبینیم، بقیه حالت ها یعنی این حالت رو داره. صندلی جلو عقبش برقیه، پشت صندلیش هم برقیه. یه سری امکانات دیگه داره مثل سیستم استارت استاپ که وقتی با آن کردنش ماشین رو بعد از چند دقیقه مثلا خاموش میکنه و دوباره روشن میکنه، و همون چیزی که با گذاشتن پاروی ترمز حالت خدمتون میگم که ESPش. و این ماشین دو دفه، این ماشین دو دفه و این دو دف بودنش خیلی کمک میکنه. این ماشین یه سری رقیب داره که رقیباش مثل 2008 سی تیری که اونا هم تزریق سوخت مستقیم دارن و جی دی آی هستن، میتونه قشنگ با این ماشین تو رقابت باشه. از نظر راه رفتن میخواییم بررسی کنیم ببینیم این ماشین در نمونه سرحالش یا 2008 در نمونه سرحالش کدوم میتونن برنده این داستان باشه. این ماشین با شتاب بالایی که داره اگه ESP روشن باشه بلا فاصله شروع میکنه به ترکشن زدن و ماشین رو نگه میداره. ما ترکشن رو آف کردیم روش که ببینیم این ماشین چه قابلیت حرکتی داره. خدمتون بگم که اول از همه دوباره اکو رو آف میکنیم، مثلا این مود اسپورتش. خیلی قشنگ شتاب میگیره، شتاب گیریش واقعا لذت بخش انجام میشه. این ماشین میگم جزء معدود نمونه های سالمشه، اما باز هم اون ضعف این که گاز هرز بخوره به خاطر گیرباکس دوال کلاچش رو داره. گیرباکس دوال کلاچ که نقاط قوتش توی معکوس دادنشه که سریعتر معکوس میده و ماشین رو پرت میکنه رو به جلو، یعنی مثلا معکوس که میدی دیدی الان ESPش دوباره اومد تو مدار، ESP برای چند ثانیه بیشتر آف نیمونه و بلا فاصله ESP میاد و دوباره ترکشن کنترل میکنه.
یه مشکلی که خیلی به چشم من اومد توی این ماشین، حالا گفتیم مثل خشکی حرکتش که حالا به خاطر نوع اسپورت بودن ماشینه، صدای موتور خیلی داخل میاد، صدای موتور وحشتناک داخل میاد. و خدمت عزیزان بگیم که این قطعات گرونش هم همجور که گفته این میاد جلو چشم، یعنی ماشین خودش نزدیک 20 میلیون کوئل خریده. یا قایم موسی رقبای ماشین ما 2008 رو نام بردیم. خب 2008 یه نکته ای داره، تکتفه این ماشین آلویله، آلویل توربو جی دی آیه. این ماشین منو بیشتر یاد اسپورتیج های سفارش آمریکای 2 لیتر میندازه که اونا هم توربو جی دی آی بودن، ماشین فوق‌العاده اما در زمان نامناسبی عرضه شدن. اسپورتیج هایی که دوتا اگزوز عقب داشتن و خدمت عزیزان بگیم که واقعا خوب شتاب میگرفتن، اما اونا هم به دلیل استفاده از بنزین کشور همشون دار فانی رو آره. همینجوری بخوایم یه شتابگیری باش داشته باشیم که حدش دستمون بیاد. کولر خاموش، ریسی آف، ری 3 2. واقعا شتابگیری خوبی داره. گیرباکس دوال کلاچشم قشنگ تو دور میفته خوب عمل میکنه و ماشین رو قشنگ جمع میکنه. ما یه تست میخواییم هندلینگ هم روش انجام بدیم که توصیه ما نیست، اما ماشین میبینیم که قشنگ تو دسته و یعنی بخواییم فرمون پذیریش رو چست کنیم، ماشین قشنگ تو دسته. یعنی بخواید اگه باش چیز هم بزنید به صلاح حفرم بزنید، ولی ماشین تو دسته، یعنی از نظر هندلینگ جز ماشینای طبقه بندی میشه که واقعا هندلینگش خوبه، مخصوصا وقتی ESPش آن باشه. ESPش خیلی زود عمل میکنه، اینتراکشن کنترلش هم کمک میکنه که ماشین سریع جمع بشه، که این گزینه خیلی خوبیه برای این ماشین. یکی از معایب مثلا این گیرباکس هایی که روی ایناست اینجاست. الان داری دور میزنی یه گاز عرض میخوره، بعد یهو مثلا انگار که کلاچ درگیر میشه و ماشین حرکت میکنه، که این اصلا چیز خوبی نیست. در نهایت بخوایم یه جمع‌بندی روی این ماشین برسیم که بخوایم در موردش صحبت کنیم، مدل 2017 این ماشین که دیگه تقریبا میشه آخرین مدلاش الان در حال حاضر که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه چیزی هولوش بسته به تمیزیش از 850-800 قیمت میدن تا زیر 1 تومن. و دو تا مشکل داره این ماشین، یعنی توی از نظر خرید و فروش اصلا بازار دست دوم نداره خدمتتون بگم که، و خرید و فروش بسیار ضعیفی داره. خدمت عزیزان بگم که یه رقیب قدرم گفتیم این 2008 که داره اینو قشنگ دنبال میکنه. 2008 قیمت خیلی بالاتری داره نسبت به این ماشین، 300-400 تومان گرونتره، اما مدلش بالاتره. شرکت خدمات دهندش درسته، حالا خدمات درستی نمیده، ولی از این ماشین حداقل خدمات بهتری داره ارائه میده، قطعاتش بیشتر تو بازار هست. اما این ماشین نمونه سالمش میتونه تجربه خوبی از شتاب و هندلینگ باشه. این ماشین میتونه زانتیای ماشینای به اصطلاح توربوش جی دی آی تا 1 تومن لقب بگیره از لحاظ دردسر. زانتیا سوارا یه داستانی که هست، زانتیا همه میدونن که یه سواری فوق‌العاده‌ای داره، یعنی تجربهش واقعا یه تجربه جالبی بوده توی ماشین ایرانی، اما تجربه خرج کردن هم رو زانتیا یه تجربه‌ایه که هر کسی نخواهد داشت و اون نیاز به یه به اصطلاح دل بزرگی میخواد. الان زانتیا دست دوم خریدن، یه زانتیا سالم هم حتی بخرید هزینه‌هاش کمر شکنه. این هم دقیقا مثل همون میمونه، لذت سواریش یه چیز دیگه است، اما زمانی که به خرج بیفته یا قطعه بخواد اون موقع میگید توی داستان این که داستان تامین قطعه و گران بودن قطعه و تامین خدماتش.